این تصویر حامد نور محمدی دانشجوی سال چهارم رشته زیست شناسی دانشگاه شیراز است که منابع خبری اصلاح طلبان میگویند که در جریان تظاهرات یک اسفند در شیراز و در حالی که در حال فرار از دست ماموران امنیتی و بسیجی بود از پلی به پایین پرتاب شد و کشته شد. اما خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران مدعی شده که حامد نور محمدی در اثر تصادف با خودروی سواری فوت کرده و مرگ او ربطی به تظاهرات مخالفان دولت ندارد. ارژنگ علیپور فعال دانشجویی دانشگاه شیراز در مصاحبه با صدای آمریکا حضور حامد نور محمدی در تظاهرات مخالفان حکومت در یک اسفند را تایید می‌کند. دوست عزیز ما حامد نور محمدی بالای پلی بوده که رابط فلکه نمازی و فلکه دانشجو بوده و زمانی که مامورا حمله می‌کنن طبیعتاً تو اون شرایط خیلی کسی تو حال خودش نبوده، در حال فرار بودن، ولی چند نفر می‌بینن که یک نفر ازش خون پخش میشه و لکه‌های خون اطرافش می‌ریزه و به صدام ثانیه‌ای پرت میشه پایین از اون پل. جایی که ایشون پیدا شد و رئیس دانشگاه هم گفتن که ایشون با ماشین تصادف کردن، اصلا محیط و مهدی برای عبور پیاده نیست. ارژنگ علیپور همچنین از احضار و تهدید همکلاسی‌ها و دوستان حامد نور محمدی خبر می‌دهد. کسایی که احضار شدن تهدید میشن که تحت هیچ شرایطی هیچ مصاحبه‌ای نمی‌کنن، حرف نمی‌زنن و زمانی که تعدادی از دوستانش خرما پس می‌کردن توی خوابگاه، حراست با اونها برخورد می‌کنه، احضارشون می‌کنه و تهدید به اخراج و تعلیق می‌کنه. بچه‌ها رو 25-6 نفر رو تا حالا تهدید کردن توی این 2-3 روز. گروهی از دانشجویان دانشگاه شیراز به مناسبت کشته شدن حامد نور محمدی با پخش فراخوانی یک هفته عزای عمومی در دانشگاه شیراز اعلام کردند. تجمع امروز دانشجویان در دانشگاه شیراز به همین مناسبت توسط ماموران حراست به خشونت کشیده شد. توی پردیس اصلی دانشگاه شیراز زمانی که تعداد زیادی از دانشجوها جمع شدن دور هم به خاطر بزرگداشت این دوست عزیزمون، حراست دانشگاه و نگهبان‌ها شخصا با وسایل مختلف به جون بچه‌ها افتادن و خبری که تا حالا 2 ساعت پیش من داشتم سر یکی از بچه‌ها شکسته بود، درگیری بدی بود. گفتنیست مخالفان حکومت ایران دولت را به مصادره اجساد سانه جاله و محمد مختاری که در جریان تظاهرات 25 بهمن کشته شده بودند نیز متهم کردند. کیانوش سنجری، صدای آمریکا.